هفت تا گناه، گناه‌های نابود کننده و مهلکه. در گناه‌های کبیره معروف به السبع الموبقات، اتقوا السبع الموبقات. اولش شرک، دومش سحره، سومش قتله، چهارمش تولی یوم الزحفه. تولی یوم الزحف یعنی چی؟ یعنی وقتی روبروی دشمن و کفار قرار گرفتی صحنه خالی بکنی، پشت بکنی. این از گناه‌هایی است که اصلا زنا جزوش نیست، زنا جزو این هفتا نیست. اینا دیگه چیه؟ شراب جزوش نیست، تو این هفتا نیست. اما اگر که خداوند آزمایشت کرد، رو خدایا استقامت نصیب بفرما، صبر نصیب بفرما، خدایا خاتمه بخیری تو این مصیبت نصیب بفرما، خدایا توفیقم بده تو کاری و رفتاری و برخوردی و حرفی که شایسته یک بندی که ربشو شناخته دچار یک برخورد نادرست، حرف نادرست بشم، خدایا کمکم کن که برخوردم تو برخورد با مصیبت برخورد صحیحی باشد. ولنبلونکم بشیء، پس آزمایش از جانب خداست. حالا که خدا خواسته ما را آزمایش بکنه، از خود خداوند یه چیز دیگه بطلبیم. گفته اون قدرتی که میتونید این سختی ها رو تحمل بکنید اسمش صبره. از من بطلبید صبر بر طاعت خدا، صبر از معصیت خدا و صبر بر ابتلاء خداوندی. از صبر بر آزمایش سه تا صبره. و صبرم وقتی از خدا می طلبید صبر جمیل بطلبید. فصبر صبرن جمیلا. صبر جمیل چیه؟ توبه نصوح داریم و صبر جمیل داریم. صبر جمیل که خداوند تأکید میکنه فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل به صبری میگن، صبر زیبا که فقط با الله درد دل بکنید، نه اینکه شکایت الله پیش خلق خدا بکنید، با الله. هر کسی آمد خونمون سفره دلمونو باز میکنیم. دیوار کوتاه‌تر از دیوار ما نبود. میگم شکر خدا و خدا، الحمدلله. ولی مریضی پشت مریضی، بیماری پشت بیماری، نمیدونم این همسایه ما یک رکعت نماز هم نمیخونه، هر روزم بچه‌هاش مستن، روز به روز کلفتر میشه، سالمتر میشه. ما که همیشه تو مسجد و نماز میخونیم. اون یه بحث دیگه است، استدراج بهش میگن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. عجله برای خودکشی نکن. با مشکلی که تو زندگی میاد عجله برای خودکشی نکن. خداوند یک تعبیر زیبایی داره، لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. خدا به شما رحیمه. شاید اون ساعت صفری که تو میخوای خودکشی بکنی، خداوند مشکلتو میخواد، صبرتو نگاه بکنه تا امیدت از بندگان خدا قطع بشه. فقط امیدت به خدا باشه، همون لحظه میخواد فرجی بیاد، حالا تو خودکشی کرد تموم شد. این انا لله و انا الیه راجعون سرمایه امشب چنین مشکلا و بنبستایی رو باز میکنه. همون لحظه‌ای که فکر میکنید به بنبست رسیدید، فقط تنها راه خودکشیه، حلق آویز کردن یا سم خوردنه. خداوند چه تعبیر زیبایی داره، میگه لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. با مشکلات خودتون رو نکشید، با سختی بلا فاصله دست به خودکشی نزنید، خداوند به شما رحیمه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوب دقت بکنید، پنج تا رو گفت. بعد از این پنج تا میگه و بشر الصابرین. سبحان الله، پنج تا سختی و مشکل و آزمایش رو پیش کرد، بعد میگه بشر. خب شما همه سختی برای من میفرستید، آزمایش برای من میفرستید، بعد میگه بشارت به تو.
اگر صبر کنید. سبحان الله. پس این امتحانی که خداوند میکنه با این سختی هایی که نام برد، بعدش بشارته. بشارت برای خوشحالی میدن یا برای ناراحتی؟ بعدش بشارته. و بشر، این قرآن باز کنید، و بشر از صابرین، یعنی با صبر همه چی درست میشه. حالا پاداش صبر چیه؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یکی از افراد منحصر به فردی که خداوند میگه به غیر حساب بهش اجر و پاداش میدم، صابرین هم. اینا افراد معدودی هستند که خداوند چه اونها رو به غیر حساب پاداش میده. اونا صابرین هستند، صابرین واقعی، کسانی که دارای صبر جمیل هستند. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. حالا تصورش بکنید بغیر حساب چقدر. خدا داره میگه ما در چه ماهی هستیم؟ ماه رمضان. هر عبادتی فلسفه های متعددی داره، اما یک فلسفه بارز که متبادر به ذهن تو هر عبادتی هست، روزه. فلسفه های زیادی داره، اما بارزترین فلسفه روزه صبره، پرورش اخلاق صبر. خیلی چیزهای دیگه داره، ولی بارزترینش اینه. حج همطور، نماز همطور، زکات همطور، هر کدوم یک حکمت بارز آشکار دارن. دیگه بشر صابرین. حالا صابرین چه کسانی هستن؟ آیه بعدی میگه صابرین چه کسانی هستن که شایسته بشارت خداوندی هستن. الذین اذا اصابتهم مصیبه. خاطر جمع باشه، تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 30 سال یک بار آزمایش میشید. یک بار آزمایش میشید که محق بخورید.